روزنه ها یا جرقه های نبوغ در این طفل با استعداد دیده می شد. من بارها و بارها در صنفای 11 و 10 که پایین تر از حامد گفتم که مثل حامد درس بخونید. حامد را الگو قرار بدیم. اینا دیگه از یک شب پیش ما خبر دادن که فردا ساعت 10 نتایج اعلان میشه. دیگه ما هم از صبح تلویزیون روشن بود دیگه منتظر که بخیر نتایج اعلان شد. یک رقم خوشحال شدیم که دیگه آدم گفته نمیتونه او را در زبان گفته نمیشه. خدا قهران طبیعیست دیگه همه که خوش میشه. تایی کرد و واقعیت که کسی که بخواه هر آن چیزی که بخواه میتونه به دست بیاره. هیچ چیزی بالاتر از کشورتان نیست. هر جای دنیایی که باشین، هر گوشه کنار دنیایی که باشین، هویت و اصل و ریشه ما افغانی است و ما از کشور افغانستان هستیم. سید حامد هاشمی از ولایت بلخ با کسب 357.71 نمره مقام دوم در کنکور سال 1403 را کسب کرد. خود سید حامد هم میگفت که ما اگر امتحان بتوم که به حساب 100% باید اول نمره افغانستان شوم. میگم ما در حساب کنکور که در طوری که درس میخوند خودش هم میگفت که ما پایین تر از او شوم. ما هیچ تحمل ندارم چون دیگر زحمت کشیدیم. ما هم انتظار داشتیم که یک نمره بالای بگیره. ولی خب آدم ارق 100% خبر نداره که بسیار چند چه رقم میشه چند انسان است. ولی خب دو نمره گیرم که چی شد بازم خوشحال شدیم. بسیار خوشحال شدیم. خبر شدیم. اینو ازم خودترکی یک بچه درس خوان بچه لایق بودن. ایتو که دیگه بچه ها روی 24 ساعت به ساتری باشه و در گیم در کوچه برای طرف او رقم بچه نبود. مدام سرش در درس بود. دیگه خدا شد بچه خوب بود. بچه درس خون از این خود ترکی فامیده همش که انشالله یک چیزی میشه و خیلی در آینده. به اساس تلاشی که سید حامد میکرد از دوران قبل هم از شناخت داشتیم، خصوصا در دوران آمادگی سال آخر سن 12 که بود، وقتی را می دیدیم با این تلاش و زحمت درس می خوانه از تفریح و این موضوعات کلن حذر می کرد. همیشه بالای کتاب مصروف همیشه مطالعه می کرد. وقتی این را می دیدیم با این انگیزه و شوق درس می خوانه، ما خود ما باور داشتیم که این یک نتیجه خوب کسب می کنه و امور رقم هم شد و زحمات کشت واقعا نتیجه دستاورد بسیار بزرگ برای خود، برای مکتب و کشور خود کسب کرد. ما باور داشتیم از قبلا که با این تلاش زحمت میکشه حتما نتیجه عالی میگیره. بعضی وقتا که من داخل سن میرفتم ای اوقدر غرق درس خواندنش بود که ما که دروازه تک تک میکردم دیگه هم صنفش که استاد میشد ای خبر نمیشد که استاد داخل سن آمده. حال فایلش که استاد میشد باز این متوجه میشد که استاد آمده، باز یک دفعه استاد میشد. او در یک خانواده مذهبی و متدین متولد شده است و دو سال اول دروس ابتدایی خیش را در شهر میمنه ی ولایت فاریاب سپری کرده است. در میمنه زندگی میکردیم. میمنه در منطقه به نام بلوچخانه ناحیه اول شهر میمنه است که در اونجا زندگی میکردیم. محمد جان در اونجا صنف دو را در اونجا خواندن. در اونجا صنف اول دوم در مکتب یک مکتب خصوصی بود در اونجا خواندیم. دیگه صنف اول اونجا هم صنفی هم اینا بودن از قوم ازبک بودن، برادرای ازبک. ما دیگه کم کم خود زبان ازبکی هم کم کم یاد گرفته بودن. دیگه درس های ما کلا نصفش فارسی بود نصفش ازبکی. همونطور مضمون ها رو میخوندیم و کم کم نمره کم دماغ آشنایی زیاد شد. بغیر از اینکه با زبان خود آدم فارسی است زبان ازبکی اینا رو میاد گرفتم. خیلی خوب بودم و بعد از اون که صنف دوم خلاص کردیم بعد از اون مزار کجا آمدیم. دیگه از اون صنف دو به بعد دیگه در مکتب میرسم. خدا رو شکر بچه درس خوان، بچه مؤمن، بچه انسان. خدا رو شکر از اون کودکی خیلی بچه خوب بود. راضی هستیم ازش. خدا رو شکر. سید محمد آقا هاشمی پدر سید حامد میگوید به شغل گچکاری مشغول است و تمامی سختی ها را به جان خرید است تا فرزندانش بتوانند خوب تحصیل کنند، تا بتوانند مستر خدمات مزید برای جامعه و خانواده خیش باشند. اینجا اینمی کار ما کار گچکاری چیزا بود.
که حتی از سابق بسا میگونم این کار از ایران حتی اومده بودیم که کار ما در حساب گچکاری بود. اینجا هم گچکاری میکردم. یک مدت کوتاه یک آن دکان جور کردم که بازو هم نچلید و باز دوباره پس دمی گچکاری رفتم و اینم تا حالی در گچکاری کار میکنم. وضعیت اقتصادی خانواده هاشمی یا سید حامد هاشمی وضعیت اقتصادی قناعت بخش نیست. همین وضعیت نابهنجار اقتصادی باعث شده که سید حامد هاشمی همراه فامیل از شهر میمنه رهسپار ولایت بلخ شود، در اینجا مسکن گزین شود و امروز هم وضعیت اقتصادیش وضعیت نابسامان هست. پدر سید حامد هاشمی مصروف کارهای بنایی یا گشکاری هست که اینها با این درآمد ناچیز روزمره خود توانسته بچهش به مکتب خصوصی بفرسته. در حقیقت از امو کیفیت غذای خانواده خود بکاهه و صرف تحصیل هاشمی بکنه، سید حامد هاشمی بکنه و امروز واقعا دستش درد نکنه. سید حامد هاشمی هم خوب جواب داد و جبران کرده. ما زحمات پدر مادر ما که نمیدیدم که بر ما زحمت میکشیدن، من میگه ایره بر خودم وظیفه میدیدم که صحیح درس بخونم و هر کسی که صحیح درس میخونه واقعا هدفش اول نمره شدن است. دیگه بالاترین مقام من هدف ما اول نمره شدن بود و خیلی تلاش کردم و خیلی درس خوندم و خیلی زحمت کشتم، خیلی از لذت ها را کنار گذاشتم تا اینکه به هدفم برسم. خیلی تلاش کردم و واقعا هدف من اول نمره شدن بود و حالم که دوم نمره شدم خدا را شکر میکنم. یک راضی هستم از این، انشاءالله خدا من کمک کنه که موفقیت بالاتری به دست بیارم. بسیار آدم خوی احساس پدر مادر کلن کل خانواده من خود پدر که به حساب افتخارش است که بچهش در جایی برسه، حداقل نتیجه زحمت خودش را ببینه که ما اولاد بزرگ کردم در این نتیجه رسید. بسیار خوشحال شدم. خانم حسینی مادر سید حامد است. او میگوید که همیشه برای فرزندانش به خصوص سید حامد به درگاه خداوند متعال دعا کرده است و پیشرفت‌های سید حامد متأثر از فضای معنوی حاکم در خانواده ایشان است. ما همیشه دیگم دعایم بود پشت سر نه تنها حامد، بقیه بچه‌هایم هم دعا میکنم، همه مسلمان‌ها رو دعا میکنم، به خصوص اولادای خودم همیشه میگم در راه راست هدایت شوند، بچه‌های خوب باشن، چون لقمه حلال است. پدرش هم بنده خدا آدم خوب است، از اول تا بالی را خدا رو شکر راضی هستم، کدام حرکت اشتباه یا کدام لقمه حرام چیزی خدا رو شکر در خانه ما نبوده. دیگه این چیزا هم رول داره، لقمه حلال، شیری حلال. دیگه دعای ما است پشت سر اولادایم تا آخر، انشالله که روز به روز از این کده بهتر شد انشالله، نه تنها حامد، احسان جان، دخترایم و خیر پیشرفتشان رو ببینم انشالله. سید حامد از صنف سوم در مکتب مهر ثبت نام کرد و با کسب نمرات خوب جایی در بین دوستان و به خصوص معلمانش باز کرده بود. سید حامد وارد مکتب مهر می شود در دوره ابتدایی. از همان آغاز طفولیت روزنه ها یا جرقه های نبوغ در این طفل با استعداد دیده می شد که به همکاری استادان مجرب لیسه خصوصی مهر ما توانستیم این طفل را روز به روز یا استعداد این طفل را شگوفا بسازیم، تا اینکه آرام آرام سید حامد هاشمی به درجه اول نمره عمومی لیسه خصوصی مهر نائل میشه و فائق میشه. سید حامد هاشمی در دوران متوسطه و لیسه خصوص دوران ثانوی لیسه خصوصی مهر به یک شاگرد درجه اول و یک جوان منحصر به فرد خود تبدیل میشه. این جوان با لیاقت و استعداد سرشاری که داشت اول نمره عمومی لیسه خصوصی مهر میشه و از امتیاز رایگان بودن و یا معاف بودن فیس از این لیسه برخوردار میشه، تا اینکه صنف 12 خود را رایگان در مکتب به تحصیل خود ادامه میده و سپری میکنه. بالاخره حامد جان با آن استعداد شکوفا و لیاقت منحصر به فرد که داشت
توانست در امتحان کنکور سراسری کشور رتبه دوم را از آن خود بکنم. اما حامد جان که من استاد ریاضیش هستم در دوره لیسه، از صنف ده با حامد جان آشنایی پیدا کردم. حامد جان جوان خیلی آرام، خوش اخلاق و متین، خیلی آرام درس میخوان. اکثرا استادانی که جدیدن بالایان مضمون داشت تصور نمیشد که حامد اینطور یک جوان توانمند یا شخص توانمند باشه. اما زمانی که در معرض تدریس، آزمون یا پرسش و پاسخ قرار می گرفت، همه درک میکردن که این جوان یک جوان منحصر به فرده. همیشه وقتی بهش یک وظیفه خانگی یا کار خانگی رو میدادیم، روز دیگه می آمدیم موضوع وظیفه رو سوال میکردیم یا ارزیابی میکردیم، میدیدیم که یک قدم از امو گپ گفتگی استاد پیش است. سید حامد آقا یکی از ویژگی های مهمش پشت کار داشتنه، تلاش و پشت کار. مثلا من یادم هست وقتی یک درس هم دادم، میرفت 4-5 کتاب را مطالعه میکرد و سوالاتی که از امو مربوط امو درس هست او را یاد میگرفت و حل میکرد و مشکلاتش هم سریع پرسان میکرد و هر جایی هم که خلاصه مشکل مثلا پیدا میکرد سریع استاد پیدا میکرد و از استاد حل میکرد و مشکلش. و گاهن ما متوجه بودیم که مصروف حل کردن سوال بود، حتی در ساعات تفریح هم بیرون نمیرفت، خیلی بچه آرام، با کسی خلاصه ارتباط هم درست نداشت، گوشگیر بود، درونکاو بود دیگه، بچه خیلی پرتلاش بود. امی تلاش و زحمت خودش باعث شد که مقام دوم را بگیره. انسان باید از زندگیش یک هدف بزرگی داشته باشه. زندگی که بدون هدف والا باشه هیچ ارزشی نداره. همه انسان ها باید یک هدف والایی در زندگیشون داشته باشه تا یک انگیزه ایشه ببرشون تا او را دنبال کنن. و چی هدفی بالاتر از این که خدمت به کشور ما باشه؟ واقعا گفتم که کشور ما تنها چیزی کم داره خدمت گذار واقعی است. چی هدفی بزرگتر از این که به کشور ما، به وطن ما خدمت کنیم؟ ما همین هدف دارم و انشاءالله که خداوند کمک میکنه دیگه، همچنین دیگه برادر و خواهرای عزیزی میگیم که تلاش کنن دیرا. پدر سید حامد میگوید که سر کارش بوده که خبر دوم نمرگی حامد از طریق مادر سید حامد به وی و کاکای حامد داده شد و آنها از فرط خوشی به وجد آمده بودند. اینا دیگه از یک شب پیش ما خبر دادن که فردا ساعت 10 نتایج اعلان میشه. دیگه ما هم از صبح تلویزیون روشن بود دیگه، منتظر که بخیر نتایج ها اعلان شد. با بچه ها شیطه بودیم، هم اگه سر چاش نان میخوردیم. سر نان بودیم که بچه ها را گفتیم این همین کوشش کرد مسلمان، گفتیم خیلی زحمت کشیده، توکل به خدا که به حساب نتایجش معلوم شد که چی میشه. که اتفاقا همون نان خلاص نکرده بودیم، زنگ از خانه آمد. که در پدرم زنگ زدن، دمه دخم گریه میکردن و میگفتن که بچه‌م دوم نمره شده در کنکور. واقعا یک حسی بود که حسی خیلی خوبی بود دیگه، وقتی که آدم بعد زحماتش میتونه یک نتیجه خوبی بگیره، واقعا یک از بهترین لحظات زندگی انسان است. یک رقم خوشحال شدیم که دیگه آدم گفته نمیتونه او را در زبان گفته نمیشه. خدا قهرن تبعیض دیگه، همه که خوش میشه. واقعا خوش شدیم، یک قسم خوشه که در پیران جایی نمیشدیم. از خوشحالی که دیگه نانمان ایلو کنیم باقر از بعد تو اندیوالو و بچه ها اینو هم اگه کار ایلو کرد از خوشحالی نم نان هم هم تو ماند. بسیار خوش شدیم. همین رقم مادرم با گریه همه گفت که تا دوم نمره کنکور شدی، واقعا خیلی خوشحال شدم، مادرم شدم خیلی خوشحال شدم. خدا رو شکر میکنم که تانستم که زحمات پدر مادرم بیهوده تلف نکردم و تانستم که نتیجه خوبی بگیرم و باعث افتخارشان شدم. دوستان سید حامد میگویند که حامد فردی کوشا بوده است و همیشه با آرامش و متانت خاصی با دوستان خود برخورد میکرده است و حتی با آنها کمک میکرده است تا بتوانند درس را بهتر یاد بگیرند. یکی از همصنفی و رفیقای که از صنف سوم با سید حامد آشنایی بودم، با هم دیگه یعنی بالا آمدیم، تلاش کردیم، کوشش کردیم،
در بعضی از لحظات مثلا دوستی و اونای ما باعث شده بود که در دست خود پیشرفت کنیم. سید حامد هاشمی در صفای مثلا 10-11-12 کوشش خود بسیار زیاد کرده بود که باعثی شد که مثلا مقام بیاره در کنکور به عنوان دوم نمره کنکور باشه. این به همه همصنفی ها و کسایی که با او بودیم در صف به یه اثبات رسیدیم که با کوشش با تلاش به هر جایی که بخوایم میرسیم. سید حامد هاشمی واقعیت این جمله یا این عبارت که خواستن توانستن است به معنای واقعیش تایید کرد و واقعیت که کسی که بخواهی هر آن چیزی که بخواهی میتوانه به دست بیاره. سید حامد هاشمی میگوید هدفش کسب نمره اول در امتحانات کنکور سال جاری بود. سخنان او حامل پیامی ارزشمند برای تمامی همسن سالهایش است که خواستن همراه با تلاش و پشتکار مستمر رسیدن به قله های بلند موفقیت است. واقعا انسان در هر جایی که میرسه خداوند است که کمکش کرده. واقعا من خداوند شکر میکنم که در این را دست مرا گرفته. تمام چیزی که دارم مدین خلاصم خداوند این را کمک کرده، توفیق الهی بوده. من واقعا خداوند شکر میکنم. انشاءالله که خداوند همیشه همراه این باشه، چون خداوند کمک نکنه انسان هیچ چیزی نیست. و همیشه پدر و مادرم هم میگفت که در پهلوی درس وقتی که درس میکنی تقوام باید باشه. علمی که بدون تقوام باشه اصلا هیچ فایده ای نداره، هیچ خروجی خوبی نداره. از این خاطر من همیشه علم ما کوشش میکردم که آمیخته با تقوام باشه و همچنین با اخلاق باشه، چون که خب پیامبر اسلام حدیث پیامبر است گفته ما مبعوث شدیم برای اینکه مکارم اخلاق را تکمیل کنم. ما همین سه دانه را تلاش میکنم که هر سه‌شو داشته باشم، هم علم هم تقوا و هم اخلاق. همیشه پدر مادرم این را دمه گوشزد میکردن و من خودم هم تلاش میکردم و واقعا کمک خداوند است اول. و دیگه که دعای پدر مادرم بود، تلاش های پدر مادرم بود، زحماتی که کشیدن تا ما در این مقام برسم، خیلی زحماتی کشیدن که مرا نموندن که کار کنم یا که مثلا دیگه کار رو مشغول باشم. همیشه خودشان تلاش کردن تا ما یک زندگی راحتی داشته باشم و تمرکزم سر درس باشه. خیلی تلاش کردن که ما کمبودی نداشته باشیم در زندگی. بسیار دستشان همه باشم و انشاءالله که خداوند کمک کنه که یک ذره ای از زحماتشان رو جبران کنم. دیگه استادای عزیزم، واقعا استادا نصف زندگی انسان در مکتب تیر میشه. از انسان فعال تصمیم به دوازده استادای عزیزم تشکر میکنم. استادای انسان واقعا در زندگی انسان تاثیر داره و ما از همهشان تشکر میکنم که با تمام وجود و با جان و دل ما را درس دادن و تلاش کردن برای ما. حامد جان در واقعی که مقام دوم گرفته به طب معالجوی کامیاب شده، ای تازه آغاز سفرش است. نه ختم کار نیست، تازه آغاز کار است. از این بعد دیگه باید زیادتر تلاش بکنه، مثلا اون برنامه خود منظمتر بسازه تا بتانه که مثلا در آینده و چیزی که مثلا خانوادهش مثلا یا ملتش یا مردمش از او انتظار داره باید با مو حد برسانه خود. قطعا سید حامد آقا یکی از نخبه ها و یکی از بهترین های افغانستان، همونطوری که مثلا در کانکور مقام دوم را آورد و نام افغانستان بالا کشید. من مطمئنم با این تلاش و انگیزه و شوقی که به درس داره و کوشش و زحمت کشی که فراوان داره، قطعا از جمله نام‌آوران و جمله شخصیت های معروف و زبده ها و از جمله ممتازین آینده افغانستان میشه در رشته خودش و یا در هر رشته ای که تلاش بکنه انشاءالله درس بخونه از بهترین ها میشه انشاءالله. مسئولین بلند پایه ارگان های دولتی امارت اسلامی افغانستان از سید حامد هاشمی و سایر نخبگان این دور از کنکور سراسری افغانستان تجلیل به عمل آورده برای ایشان آرزوی موفقیت کردند. وقتی که روز اول که اعلان شد دوم رسیدیم، دیگه ما از ریاست معارف بلخ تماس گرفتن که فردا شده پس فردا شده تا یک جشن گرفتیم در میچی وزارت از طرف ریاست جوانان بلخ بود. به نظرم از زنگ زدن گفتن یک جشن است، رفتیم اونجا خیلی تقدیر کردن و بعد از اون در کابل زنگ زدن که بریم. دیگه در کابل در طرف اداره ملی امتحانات تقدیر شدیم و طرف وزارت معارف در کابل، همچنین در وزارت داخله و اینا و ولایت کابل اینا خیلی تقدیر کردن، تشویق کردن، ما را جوایز اعطا کردن.
از همه جان تشکر میکنم که از جوانا را تشویق میکنه، چون جوانا استعدادها و سرمایه های کشور است. باید از اینا تشویق شود تا اینا انگیزه پیدا کنند که کشورشان خدمت کنند و کشورشان را ترک نکنند و بعد از اینکه به لیاقت رسید درس خواندن بیاین در کشورشان خدمت کنند. واقعا باید تشویق شود این جوانا و انشاءالله که امارت اسلامی راه ها را برای درس خواندن و تحصیل علم جوانا، همه جوانا مساعد کنه که همه بیاین درس بخونن و وطنشان خدمت کنن. برادران و خواهران عزیزم، همه که ما هدف داشتیم به کشورم خدمت کنیم، شما هم همین هدف بزرگ در زندگیتون داشته باشین. هیچ چیزی بالاتر از کشورتون نیست. هر جای دنیایی که باشین، هر گوشه کنار دنیایی که باشین، هویت و اصل و ریشه ما افغانی است و ما از کشور افغانستان هستیم. این کشور ماست و به هیچ جایی به مقام بالایی نمیرسیم جز به همین کشور ما.